حالا این آقای کاروارزاده ما گفتن که این گزارش خیلی تنوع اینا داشته باشه، ما یه مقدار با اجازتون سوال میکنیم که دیگه امروز زیاد وقتتون رو نگیریم، انشالله یه وقت دیگه بیایم وقتتون رو بگیریم. شما حاضرین ما یه ذری سوال از شما بکنیم؟ خواهش. آقای چیزاده؟ آقای کاربارزاده؟ نه کاربارزاده. کاربارزاده؟ اینا چیزن؟ جالبی داره ایشون. ها اینا چیزن؟ اینا از خاندانهای خیلی کارباری بزرگه. کارباری ها. آره کاربارشون خیلی خوبه. حالا بله این آقای کاربارزاده کاری چیزی واسه ما سراغ نره. ایشون تو کار کار و بار و این چیز هست دیگه. ولی تو کار بار که فکر نمی کنم، ولی شاید به حال وضعش خوب شده تو کار باربری و اینا بوده. حالا من دقیقا نمیدونم، ولی من حتما میسپرم به بچه ها که اگه واقعا کاری بود، شما ماشاءالله به عنوان یک ایرانی موفق و نورانی داره. کار داره ایشون، ردیف میکنم. کار داره آقای کاربارزاده رو میگم، کار داره برای شما ردیف میکنم. شما درباره چیز میگی؟ حالا شما بیایید اصلا به عنوان یک ایرانی موفق بگید که خب شما به ما گفتید که تمام این زندگیتون رو با همین کردیت کارت ها اینا خریدید، خواخه اینجوری میخرید کی میخواین پرداخت کنید؟ خب معنی نداره که آقا پرداخت نمی کنیم. ما میگه پرداخت باید بکنیم اینا رو. خب شما که با کردیت کارت مثلا میرین با ویزایی چیزی یخچال مثلا استیل، تازه استیلم نیست، استیل اصلم نیست. استیله گاز و خون و اینا میخرید، خب باید بدیدی، اگه ندید که بعد ناجور میشه میگن خیرتون میگیرن. میگیرن دیگه. پرداخت اگه نمیدونم، والا پرداخت که یعنی مثلا هزینه ماهانه شو باید بدین دیگه. ماهانه هزینه نه اجاره نکردیم اینا رو. نمیدون شما مثلا 20 روز اومدی، خب نمیدونی بعد پرداخت کنی که. شما که خرج میکنی بعد ماه به ما با بهره پرداخت کنی آقای عزیز. 20 روز اومدم من؟ شما خودت گفتی 20 روز اومدی. آره 20 روز. خب 20 روز اومدی. خب شما که این داری شما ماشاءالله. شما این یخچال اینا رو خریدی، زندگی خریدی، بعد بری پرداخت کنی، این کردیت کارت ها رو ندی چی میشه؟ آها چی میشه؟ این جریان کردیت کارت رو برات تعریف کنم. ممنون میشم. ما اصلا برای همین اینجا هستیم. شما اون تجربتون رو در مورد کردیت کارت یا همون کارت های اعتباری برای ما توضیح بدین. آها ما رفتیم یک کردیت کارت بگیریم. آره این پسره خونه رو واسه ما گرفت، آقای همین میلفندرسکی. آها میلفندرسکی. آره خارجیه، خیلی پسره باحالیه. این اصلا گفتم به یکی از رشته‌هاش کردیت کارت و تشکیلاته، همه کار میکنه این بچه. به این گفتیم آقا اینجوریه، این چه کار کرد؟ چه کار کرد؟ کاری نکرد، کردیت کارت رو گرفت. خب بگی چی کار میخواستی میکنین؟ کردیت کارت براتون گرفت دیگه. گرفت آشنا داشت، از ما $1000 هم گرفت و خیلی باحال گرفت، گذاشت جیبش و گرفت. یعنی پول رو گذاشت جیبش؟ نه کردیت کارتو گذاشت جیبش. گذاشت جیبش و اومد بیرون، از جیبش در آورد داد به ما، داد به ما و خدا رو شکر. آقا چه پلاستیک نازنینیه این، هر جا میری یک کلمه اگه بپرسن پول بدی. اصلاً این به ما گفت این پلاستیکی که من بهت میدم آشناس، این از یه آشنا دارم میگیرم، به هر کی نشون بدی فقط اینجوری میکنی. یعنی منظورت از پلاستیک همون کارته؟ کارت کدوم کارت؟ منظورتون همون کارت اعتباریه دیگه. اعتباریه؟ اعتباری نمیدونم بهش از یا نه، ما استفاده میکنیم دیگه، به اعتبار متبارش زیاد چیکار نداریم؟ کاری ندارین؟ داریم. ولی شما گفتین مسائل مالیتون که خانومتون دیگه میرسن دیگه، شما فقط خرج میکنی، ایشون هم تفلک یک تنه کار میکنه، حالا یا تو آرایشگاه یا جای دیگه یا نمیدونم، ما نفهمیدیم کارشون چیه. ایشون پرداخت میکنه دیگه. کی؟ خانومتون. کار نمیکنه ایشون، خانه داره. به شما گفتم من. آره بعد شما هم که کار نمی‌کنید و آها گفتید که از ایران پول، آها بله ما یادم رفته بود میارید. خب
پس شما به ما بگید که مسئله اصلا کارت اعتباری رو اصلا کاری نداریم. اصلا ما چی کار بکنیم؟ بابا چه کار به این کارا داریم ما؟ با عزتون ما مرخص میشیم تا دفعه بعد دیگه میای مزاحمتون میشیم. امری ندارید که. قربان شما، خداحافظ شما. خداحافظ.